همکارم محمد رهبر اینجا در استودیو به ما پیوسته. محمد، اینکه دست میذارن روی سندیکاها، قانونهای مهم صنفی، کار عجیبی نیست. جمهوری اسلامی بارها این کارو میکنه، اما چرا حالا اینقدر تاکید دارن روی کانون وکلا؟ ببینید، اصلا همون اول انقلاب وقتی که این روحانیت پیروز شد، اولین جایی که هدف قرار گرفتن دادگستری بود و اومدن اونجا رو گرفتن. این حسه سخت قدرت که ما میگیم بیشترش در همین قوه قضاییه است. شما حساب کن اگه قوه قضاییه بی‌طرفی ما داشتیم، مثلا خیلی از فجایع اتفاق نمی‌افتاد. روزنامه اول رو ببینیم، روزنامه اعتماد امروز در مورد همین ماجرا گزارش داده و اینکه 19 مهر ماه یک انتخاباتی در کانون وکلای مرکز که مهمترین شعبه کانون وکلا در ایران هست انجام شده بود و به با خوشفکری دو نفر از کسایی که قضات دیوان دو قضات انتظامی دادگاه عالی قضات بودند رد صلاحیت چندانی صورت نگرفته بود. برای همین خیلی ها با اشتیاق 5000 نفر از وکلای مرکز اومده بودند و شرکت کرده بودند در این انتخابات. حالا که نتیجه مشخص شده، اون دو نفر رو که این انتخابات زمینه‌سازی شده بود به دست اونها رو برکنار کردن، یک جورهایی یعنی بازنشستگی اجباری بهشون دادن و کودتا کردن دیگه. یعنی آره، نه در خود قوه قضاییه، چون اونا حاضر نبودن اینا رو زرد صلاحیت بکنن. یعنی یک شعبه ای از انصاف در خود قوه قضاییه وجود داره که اون رو هم دارن زائل میکنن و گفتن که این انتخابات باطل است. حالا بعضا اومدن بهشون فشار آوردن که اگر این منتخبین کنار برن، ما انتخابات رو دوباره احیا میکنیم و از این حرفا. و همه اینها نشون میده که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به شدت داره پاسداری میکنه از اینکه بی‌طرف نباشه، یعنی طرف قدرت و ابزاری در دست قدرت باشه. و یکی از مکافات‌های بزرگ ما تو این 45 سال همین هست. اگر توسعه‌ای بخواد تو این مملکت بشه، قوه قضاییه است و از همین کانون وکلا که دو تا فرهنگ کاملا مختلف در قوه قضاییه ما شاهد هستیم. فرهنگی که کانون وکلا داره و فرهنگی که فقیهان و روحانیت بر سر کار دارند. روزنامه بعدی، روزنامه همیهن، هم به این نکته اشاره کرده که حالا من از اون در میگذرم، فقط به سرمقالهش میپردازم، به این که به هر حال بعد از سالها دولت داره اعتراف میکنه که یک ناترازی وجود داره در بخش انرژی، در تمام بخشهای انرژی، و این اعتراف رو خیلی دیر انجام دادن. چون وقتی که شما به یک مشکلی اعتراف نمی‌کنی، اون مشکل حل هم نمیشه. برای همین هم در تمام سال‌های گذشته مازوت سوزوندن برای اینکه تأمین بکنن برق و اینها رو، و از طرفی مثلا بنزین وارد کردن که اون هم کلی خسارت داده. مثلا نرفتن دنبال این ماجرا که آقا ماشین‌های ما و خودروهایی که داریم باید مدرن بشه، برقی بشه، این انرژی تجدیدپذیر همه در ایران قابلیت تمامش به خاطر کتمان مشکل بود. و گفته حالا حداقل اینه که دولت پذیرفته که ما ناترازی انرژی در چه سطحی هم داریم. روزنامه بعدی رو ببینیم، روزنامه جهان صنعت بیشتر در مورد مازوت‌سوزی صحبت کرده و گفته که گرچه دولت ممنوع کرده مازوت‌سوزی رو، ولی هنوز 10-12 تا نیروگاه با این سوخت دارن کار میکنن و آلودگی هوا ایجاد میکنن. چاره ای هم گویا نیست، یعنی اصلا نمیتوانن از مازوت رها بشن. دلیلش این هستش که ما زیرساخت های درستابی نداریم برای اینکه همینا به چرخه دوباره باید اینا رو دود بکنن و یه کار خیلی برنامه ریزی شده میطلبه که از این وضعیت ناترازی انرژی ایران بیرون بیاد. ببینید، وضعیت آلودگی هوا هم به نوعی هستش که دیگه مسئله نیستش که ما دوست داریم موجودیش باشد یا نه، نمیشه نفس کشید. پارسال تهران فقط 10 روز هوای سالم داشته. 20,000 نفر رو میگن که منتسب از مرگشون در سال گذشته به آلودگی هوا. تنفس نمیشه کرد. بحث دیگه اصلا بحث محیط زیستی هم نیست، بحث زندگی است. و برای همین هستش که جلوی مازوت‌سوزی رو گرفتن، ولی خب با اون سیر ساخته که ما داریم بعید هستش که نت بتونن کامل اجراش بکنن. به بعدی هم برسیم، روزنامه بعدی پیام ما که بحث بافتای تاریخی تهران هست. این منطقه امامزاده یحیی رو دارن توسعه میدن. یکی بدبختی ما این هستش که همه توسعه ها سرطانیه، چون حکومت اسلامی یا میخوان کاسبی بکنن، این امامزاده ها، شاه عبدالعظیم، اینها رو همه انقدر گسترش میدن که همه بافت تاریخیشون نابود کردن. ممنون از حضورتون محمد رهبر اینجا با ما.